با وجود تظاهرات بین المللی که جمهوری اسلامی ایران در رابطه با برنامه ضربیش با آنها مواجه می باشد، در سلیقه و مصرف گزاف ایرانیان ثروتمند کدام تغییری دیده نمی شود. چندین مرکز بزرگ فروشگاه ها که مملو از کالاهای مفشن می باشد، بعد تازگی در تهران گشایش یافته و شهرهای دیگر مانند تبریز و مشهد نیز پر زرق و برق معلوم می شود. اشخاص تازه به ثروت رسیده در تهران زندگی تجملی دارند. برخلاف کشورهای دیگر مورد تعزیر، در تهران و دیگر شهرهای بزرگ ایران مغازه‌های زیادی از طراحان لباس به چشم می‌خورند که بیشترشان البسه کمپانی‌های معروف غربی مانند رولکس، تیفانی، ادولفو دومینگویز و گوچی را عرضه می‌دارند. در مقایسه با سال گذشته در میزان فروشات ما کدام تغییر نیامده است، زیرا طوری که شما گفتید 5% جامعه ایران توان خرید این اجناس را دارند. اجناسی که ما عرضه می داریم با تناسب کالای شرکت های بنتین و سیسلی گران بهاترند و همین لحاظ ما کدام تغییر را نمی بینیم. در یکی از رستوران‌های مجلل در شمال تهران تنها داخل شدن با آن حدود $100 آمریکایی هزینه برمی‌دارد که این مقدار چهارم حصه معاش یک معلم در ایران است. از سوی دیگر ارقامی به دست آمده حاکی از آن است که اکثریت ایرانیان با دشواری‌های اقتصادی روبرو‌اند. سطح بیکاری رسماً حدود 10% خوانده شده در حالی که منتقدین آن را نزدیک به 15% می‌دانند. مرکز پژوهش پارلمان میگوید سطح انفلاسیون سالانه در ایران به حدود 50% میرسد، حالان که حکومت این رقم را پایین تر از 9% ادعا دارد. محمد حسن سالاری، یک میوه فروش در منطقه فقیرنشین جنوب تهران، میگوید یعنی که الان واقعا گرونه. یه چیز هست که گرونه، حالا که ندارم میوه بود داره میخوره، نداره نمیخوره. یا گوشت من واقعا تاکیدی که میتونم گوش بخرم، دو سال اگه خیلی بخرم یا دو دفعه میخرم یا سه دفعه میخرم یا اصلا نمیخرم گوشت رو یا مو. حکومت حالا اعلام نموده که قصد دارد از سبسایدی های سنگین در بخش غذا و مواد سوخت بکاهد. رئیس جمهور احمدی نژاد اصرار می‌ورزد که کاستن هزینه سبسایدی مردم عام ایران را متضرر نخواهد ساخت. بسیاری از افراد طبقه متوسط و پایین جامعه برای تأمین زندگیشان مجبور به کار در 2 یا 3 جای می باشد. با خریدهی که داریم می کنیم گرونی داریم حس می کنیم و این گرونی هم اگر بخواد ادامه پیدا بکنه برای قشر ما یه ذره زحمت می شه. منتقدین می گویند برداشتن سبسایدی ها می تواند انفلاسیون را وخیم تر ساخته و منتج به تظاهرات ضد حکومتی گردد که از سوی سپاه پاسداران با خشونت سرکوب خواهند شد. احمد فاضلامی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.